تشدید ناامیدی مردم، عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی نسبت به هر دو جناح نظام، خستگی و دافعه مردم از جریان‌های سیاسی حاکم، بدبینی مردم نسبت به راه حل‌ها، در بن‌بست دیدن کل نظام و امثال اینها که از مهره‌ها و رسانه‌های رژیم هر روز اون رو می‌بینیم و می‌شنویم، تماماً یک مضمون دارند. اذعان به ناتوانی و عجز رژیم در برابر امواج خشم و اعتراض مردم و هراس از طوفان سهمگینی که در راه است. گزیده ای از این اظهارات و مطالب در گزارشی از نظرتون میگذره. صادق زیبا کلام از باند روحانی، 29 فروردین. بحران سرخوردگی را نمیبینید؟ روند فزاینده ناامیدی در جامعه به عوامل مختلفی بستگی دارد که تنها یکی از این عوامل را میتوان اقتصاد دانست. جریان اصلاحات مسبب پیروزی آقای روحانی در انتخابات بوده است. بنابراین پیامد نارضایتی از عملکرد دولت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دامان اصلاحات را هم خواهد گرفت و این را ما در ناآرامی‌های دیماه گذشته به خوبی مشاهده کردیم. این برای اولین بار بود که شعارهای تلخ و تندی علیه اصلاح طلبان داده می شد. متاسفانه منحنی کاهش محبوبیت اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد. روزنامه حکومتی آرمان، 29 فروردین، احمد خرم. همگرایی و همنشینی راه عبور از مشکلات. در حال حاضر نیز اقتصاد کشور با شرایطی روبروست که اگر همه نیروهای مدیر، فکور و نخبه جامعه با ملت همصدا شوند، به سختی میتوان مشکلات را حل کرد، چه رسد به اینکه یکدیگر را تخریب کنند. اکنون نیز اصولگرایان معتدل با برگزاری جلسات پی در پی با اصلاح طلبان باید روی بحرانهایی که برای کشور متصور است حساس باشند و برای آن چاره اندیشی کنند. اشرف بروجردی از باند روحانی، 29 فروردین. گفتگو راه حل مشکلات کشور. در مدت این 40 سال مشخص شده که اگر هر کس بخواهد آنطور که خود فکر می کند عمل کند، زیانش به مردم خواهد رسید که این مسئله موجب کاهش اعتماد عمومی به ساختارها می شود. در حال حاضر مردم به شدت نسبت به جریانات سیاسی بی تفاوت و خسته شده و احساس می کنند که این جریانات فقط منافع خود را دنبال می کنند و به مطالبات مردم توجهی ندارند. محمد هاشمی از باند روحانی، 29 فروردین. اصولاً عامه مردم تفکیکی میان قوه مجریه و مقننه یا سایر بخش‌های نظام قائل نیستند. مردم همه قوا، بخش‌ها و ارکان نظام را در کنار هم می‌بینند. بنابراین وقتی عده‌ای دولت را ناکارآمد نشان می‌دهند و یأس از توانایی دولت را به جامعه تزریق می‌کنند، مردم این یأس و ناتوانی را تنها به شخص خاص یا قوه مجریه منتسب نمی‌کنند، بلکه به نام کل نظام می‌نویسند. منتقدان دولت باید به این مسئله توجه کنند. خبرگزاری حکومتی ایسنا، 29 فروردین. جعفری دولت آبادی با اشاره به لزوم امید مردم به آینده و با تأکید بر اینکه نباید دل مردم را خالی کرد، افزود: حوادثی از جمله آشوب‌های دیماه گذشته نشانه ای از یک گسل در اعتماد عمومی مردم بود. بنابراین باید اقدامات و عملکردها طوری باشد که مردم به مسئولین اعتماد کرده و امیدشان به آینده افزایش یابد. وی خطاب به کسانی که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و غیره مردم را به آینده بدبین کرده و نظام اسلامی را در بن‌بست نشان می‌دهند، چنین عملکردی را مذموم شناخت و اظهار داشت: مردم موضوعی که غیر واقعی باشد را نمی‌پذیرند و مسئولان با حرف‌های ناپخته و غیر کارشناسی مردم را مایوس نکنند.